حل دستگاه به روش حذفی مهمترین روش حله که شما تو امتحان خرداد ماهتون 100% این تیپ سوال میاد. تمرین کتابم ببینید مشابه همینه، یعنی چیز سخت‌تر از اینی وجود نخواهد داشت، چون من هر مدلشو براتون حل میکنم. حل دستگاه به روش حذفی، از اسمش مشخصه، حذف باید بکنی. چی رو من باید حذف کنم؟ ببین، ما توی معادله خطی که داریم گفتیم روش حل دستگاه برای حالتی که دو تا خط من یه نقطه مشترک داشته باشن. وقتی یه نقطه مشترک دارن، هدف اینه که من بتونم مختصات اون نقطه مشترک رو پیدا بکنم. هر نقطه میدونم یه ایکس داره یه وای داره، یعنی من باید با توجه به این دو تا معادله‌ای که دارم برم تلاش بکنم، زحمت بکشم، مختصات ایکس و وای اون نقطه مشترک رو به دست بیارم. گفتم ما بیایم رسم بکنیم، میفهمیم چند تا نقطه مشترک داره، با هم دیگه قطع شدن یا نه، دستگاه چند تا جواب داره، اما مختصات اون خیلی سخت میشه تشخیص داد. ولی باید یاد بگیریم چجوری اون مختصات نقطه رو پیدا کنیم، که الان میخوایم مختصات نقطه رو پیدا کنیم. دو تا روش داریم، روش اصلیش حذفیه، یه روشی هم داریم به اسم جایگزینی. کار سختی نیست، بعد از روش حذفیتون توضیح میدم، ولی تو ذهنت داشته باش، اولویتت با روش‌های حذفی باشه. بچه‌ها از اسمش گفتم مشخصه، ما باید حذف کنیم. چی رو حذف کنیم؟ ببین یه معادله اینجا داری، یه معادله اینجا داری. به این دستگاه میگن دستگاه دو معادله دو مجهول. دو تا معادله دارم و دو تا مجهول دارم. مجهولای من یکیش x یکیش y. من باید برم جلو حل بکنم، یعنی هم x رو به دست بیارم هم y رو به دست بیارم. شما وقتی یه معادله داشتی میرفتی زحمت میکشیدی حل میکردی، یه دونه مجهولتو به دست میوردی، اونجا معادلات تک مجهولی بود. اما اینجا معادلات من دو مجهولیه، من باید کاری بکنم. ببین وقتی دو تا مجهول داری، بهترین راه اینه که اول یکی از مجهولات رو حذف کنی. پس من باید یکی از مجهولای x و y رو حذف کنم. چطوری حذفش بکنم؟ خوب نگاه کن بچه‌ها، ذرایب اینا رو نگاه کن. اول از همه قبل از اینکه اینو بخوام حل بکنم، شما یه نکته رو تو ذهنتون داشته باشید. برای حل دستگاه به روش حذفی بهتره معادلت رو به این طریق بنویسی، یعنی ax به علاوه by مساوی c، a و b و c ضریبن، x و y هم خود x و y هستش. بهتره من خطم و معادلش رو به این طریق بنویسم، یعنی شما تو حل روش حذفی باید معادلت رو به این طریق بنویسی. استاندارد نمیخوام ازت، یعنی بخوای حلش بکنی x و y یه طرف، عددا یه طرف باشه، یعنی چنین طریقی. خب چک میکنم آیا دو تا معادله من به همون روش استانداردی که میخوام هستش، میبینم بله، یعنی قسمت x و y اش این سمتن، عدد ثابتش یعنی c ما اونوره. و بهتره شما دو تا معادله که داری x ها زیر x ها باشه، y ها زیر y ها باشه، و اینکه عددا هم زیر عددا یعنی اونوره تساوی باشن. پس اولین گام اینه که من اینو به این طریق بنویسم که کار خودمو راحت تر بکنم. تو حل دستگاه به روش حذفی گفتم ما می‌خوایم یکی از ضرایب x و y رو حذف کنیم. کدومش رو حذف کنم فرقی نداره، هر کدوم رو راحت تری. من میگم هر کدوم را دستره، هر کدومو که بهتر میتونی برای اینکه حذفش بکنی، بهتر میتونی ضرایب یکی از مجهولات رو برابر و قرینه کنی. پس چی شد؟ زمانی میتونم یکی از مجهولا رو حذف کنم که ضریب یکی از مجهولا رو برابر و قرینه کنم. چک میکنم پیش ذهن خودم، این 3x این 4x چطور میتونم اینا رو برابر و قرینه کنم؟ چه عددی اینا میتونم برابر بشن؟ ببین سخت نیست. خب من میخوام مضاربش رو برم جلو، کمیمیم این دوتا، یعنی بین 3 و 4 اولین مضرب مشترک 12. من میتونستم این بالایه رو ضرب در 4 بکنم، این پایینی رو هم ضرب در منفی 3 کنم، چون اگر ضرب در 3 خالی بکنم میشه 12 12، برابرن ولی قرینه نیستن. خب الان من الان باید جفتشو ضرب بکنم، هم بالایه رو هم پایینیه رو. میبینی دردسر و زحمتش بیشتره. این کار به نظرم برای این معادله، این دستگاه جالب نیست. چی کار کنم؟ میام میگم وای هم بذار چک کنم، هر دو تا مجهولات رو ضریباشو چک کن، ببین کدومش راحت تر میشه، کدومش دردسرش کمتره. میگم الان من ضرایب این دو تا رو چک میکنم، یکیش منفی یکه، یکیش 3. خب من میخوام ضرایبش برابر بشن و قرینه. اولین گام نگاه میکنم این دوتا که قرینه هستن، یکیش مثبت یکیش منفی، قرینه بودنه رو داره، کار منو راحت کرده. اما اگه چک بکنی میبینی برابر نیستن.
گفتم عددن با هم برابر باشن ولی قرینه باشن. این مثبت سه، اما این منفی که کدومش بهتر به اونه که میرسه؟ من سه رو ضرب در چه عددی کنم به یک برسه؟ مگه میتونی یه عدد بزرگتر رو ضرب در یه عدد دیگه بکنی تا به یه عدد کوچیک برسی؟ نمیشه. پس میام سراغ اونی که ضریبش کوچیکتره. و چون هم مضربش هست، ببین یک و سه جفتشون هم مضرب، میخوام یه حالتی که تو جدول ضربش میتونم ضرب کنم. الان من تو ذهنم میگم این منفی هست، این مثبت، قرینه هستن، کارش راحته. من اگر معادله بالایی رو همه جملاتم رو یه ضرب در سه کنم، خب ببین اگر من این منفی یک وای رو ضرب در سه کنم میشه منفی سه تا وای به اون جمله‌ای که میخواستم رسیدم. چرا؟ با این مثبت سه وای ضریبای وای من یکی از مجهولام برابرن و همچنین قرینه هم هستن، یعنی به اون هدفی که میخواستم رسیدم، یکی از مجهولا ضریبش برابر و قرینه باشه. خب من گفتم ضرب در سه کن معادله بالایی رو، معادله بالایی ضرب یه عدد بشه. نحوه ضرب کردن، وقتی شما اینجا یه ضریب میذاری یعنی این سه فقط برای وای، چون شما میخواستی برای سه وای برابر قرینه کنی، نه. وقتی یه دستگاه یه معادلش رو ضرب در یه عدد میکنی، تک تک جملاتش رو باید ضرب در اون عدد بکنی. مثلا الان من سه ایکس رو باید ضرب در سه، چون این سه هم تو این پخش میشه، هم تو این پخش میشه و هم تو این پخش میشه، یه ضریب بیرون پرانتز، انگار من اینجا یه پرانتز دارم، این سه بیرون پرانتز رو تک تک عبارت ها باید ضرب بشه. میگم سه رو یه بار ضرب در سه ایکس میکنم، دستگاه رو میخوای حل کنی، نتیجه گیری بزن، علامت دستگاه تو دوباره باز کن. میگم سه ضرب در سه ایکس میشه 9 تا ایکس، ادامش سه ضرب در منفی وای میشه منفی 3 تا وای، ادامش سه ضرب در مساویشو بذار حواست باشه، سه ضرب در منفی 3 9 تا 27 تا. معادله بالایی رو نوشتم، معادله پایینی رو چیکار بکنم؟ بچه‌ها این پایینی نیازی هست که من ضرایبش رو ضرب در یه عدد بکنم؟ میگم هدف من برطرف شد، دنبال هدف دیگه نیستم. هدف چی بود؟ یکی از مجهول‌ها ضرایبش برابر قرینه بشن. الان وقتی میبینم این منفی سوایی، خب اینم مثبت سوایی، هدفم برطرف شد، دیگه نیازی نیست. اصطلاحاً بعضی از دبیرا کتاب میگن خب این پس باید ضرب در یک بشه، بود و نبود اون یکی که من بذارم هیچ فرقی نداره، چون هر چیزی ضرب در یک بشه که میشه خودش. پس من میگم بهتر اصلا یک رو نذاری، کارتو یه ذره راحت تر کن، انقدر مسخره بازی ها رو در نیار. یکو ضرب در 4 ایکس بکنم میشه 4 تا ایکس، خب خودشو بنویسم. چرا میگم یکو ضرب در این بکنم؟ چون ضرب در عدد دیگه نشده خودشو بنویسم، مساوی یک. خوب نگاه میکنم آیا تو دستگاه من دو تا معادله که دارم به اون هدف رسیدم؟ میگم بله، یکی از مجهولام ضرایبش برابر و قرینن، بس. میگم سوال نیازی نیست اونه که مجهولمو اصطلاحاً ضریباشو برابر قرینه کنم، نه اصلا نیازی نیستش، چون من یکی از مجهولا رو اینجا میخوام حذفش بکنم. دستگاهم دو تا معادله بود، دو تا مجهول. وقتی یکی از مجهولات حل بشه، اون موقع یه معادله داری یا یه مجهول، به راحتی مثل معادلاتی که تو سالهای قبل خوندی میتونی حلش بکنی. خوب نگاه کن، به این مرحله که رسیدی یکی از مجهولات ضرایبش برابر و قرینه شدن، بس کن. آخرش میای میگی آقا من زیر این یه خط میکشم، این دو تا معادله خط رو به صورت زیر همی با هم دیگه جمع میکنم، یعنی تک تک عضوهایی که مشابه هستن به صورت زیر همی جمع میکنم. یعنی چی؟ ببین 9x بالا داری 4x پایین داری، خب 9 و 4 با هم دیگه جمع بشن میشن چند؟ 13x، چون این دوتا با هم متشابه هستن. ادامش یه منفی سوای دارم، یه مثبت سوای دارم، اینا رو زیر هم میجم، میگم این دوتا با هم قرینن، خط میخورم. بچه به اون هدفمون رسیدیم، حذف کردم یکی از مجهولامو، من اینجا چیکار کردم؟ حذف کردم، کار من راحت تر شد. پس اینجا چیزی نمی نویسم، مساوی منفی 27 رو یک رو جمع بکنم میشه منفی 26. یه معادله دارم، یه مجهول، به راحتی دیگه میشه به دست آورد. من اینو بخوام معادلهش حل بکنم، میگم x من برابره با منفی 26 13 که این برابره با منفی 2. بچه از اون نقطه که میخواستیم مختصاتشو به دست بیاریم، مختصات xش به دست اومد.
ولی هنوز مختصات وایش به دست نیم. تا الان من یکی از مجهولامو به دست آوردم، ایکسش شد منفی دو، یعنی تو مختصاتم بخوام به دست بیارم برای نقطه یه وایم میخوام من. خب مختصات وایش رو چطور به دست بیارم؟ من الان مختصات یه دونهشو دارم، میگم یه کاری کن، از این ایکس مساوی منفی دو ادامه مرحله دومش، تا اینجا مرحله اول بود، مرحله دومش شما مختصات اینو که به دست آوردید، بیا این منفی دو ایکس مساوی منفی دو که به دست اومد و توی یکی از این دوتا معادلت گوش کن، یکیش به دلخواه خودت انتخاب کن، ببین کدوم ضرایبش راحت تره، دست خودت، بالایی پایینی هیچ فرقی نداره. من الان برای جفتش رو تست میکنم، ببین جوابا یکی میشه. توی یکی از این معادلاتت چه بالایی چه پایینی، قبل از ببین توی اون معادله اصلی اولیت جایگزینی کن، توی اینم میتونستی جایگزینی کنی، ضرایب رو گسترش داده بودی یا جوابا یکی در میاد، ولی اینجا خب ضرایب بزرگتر شدن، یه مقدار حساب کتابا سخت‌تر، بیا تو همون معادله اولیت یعنی معادلات اصلیت، بیا اون عدد x مساوی منفی 2 تو توی یکی از اینا به جای xش بذار منفی 2 جایگزینی کن. من تو معادله اولی جایگزینی کنم، یعنی معادله شماره 6 فلش میزنم، میگم تو معادله اولیه جای x اگه بذارم منفی 2، خب میگم 3 تا منفی 2 ادامش منهای y مساوی منفی، معادلهشو حل کنم، این که میشه منفی 6 منهای y مساوی منفی 9. معادله رو میخوام حل کنم، اینجا منفی y رو میبرم اونور، y من برابره این منفی 6 اینجا است، منفی 9 بیاد اینور میشه مثبت 9، حاصلش y من برابر با 3. ببین معادلت وایش هم به دست اومد، مختصات نقطت هم ایکسش رو می‌خواستی هم وایش رو، تونستم جفتش رو به دست آوردم. حالا انتظام برای من تو این معادله دومی جایگذاری کن، یعنی ایکسی که به دست آوردم منفی تو دومی هم جایگذاری کن، ببین آیا همین جواب میشه. میگم تست می‌کنیم، میگم تو معادله اصلی 4 ایکس، یعنی 4 ضرب در ایکس هم منفی 2 ادامش به علاوه 3 وای، خود وای رو جایگذاری میکنم مساوی 1. بچه ها 2 4 تا 8 تا مثبت در منفی، منفی 8 به علاوه 3 وای مساوی 1، من 3 وای رو اینجا نگه میدارم، منفی 8 رو میبرم و میشه مثبت 8، با اون 1 جمعش کنم میشه 9، 9 رو تقسیم بر 3 بکنم وای من به دست اومد 3، اینجا وایمونم دقیقا همون 3 به دست اومد. پس اینجا مجهول اولی که با اون روش حذفی رفتیم به دست آوردیم، میای تو یکی از معادلات اصلی دستگاه اولیه‌مون جایگذاری می‌کنی، هر کدومو که دوست داشتی دلخواه میری نقطه‌سات وایش هم به دست میاری. میتونستم بیام اینجا روال جوری برم که اینجا به جایی که وای حذف بشه ایکس رو حذف بکنم، اینجا ایکس که حذف بشه پس از این طریق میاد وایش به دست میاد، وایی که به دست آوردم و میام تو یکی از مختصات معادله خط اصلی که دارم جایگذاری میکنم، حالا میرم ایکسش رو به دست میارم، یعنی مسیر رو کاملا برعکس بدم. میگه اینجا تو ذهنم دارم حتما نیازی نیست که من اول همیشه باید وای رو حذف کنم، نه فرقی نداره، اینجا چون وایش ضریبش را دست در داشت من وای رو حذف کردم، ایکسش اومد، ایکسش رو به دست آوردم، بعد اومدم جایگذاری کردم تو معادله اصلی. همین شد، این شد حل دستگاه به روش حذفی. کار سختی نیست، یه 5-6 تا مثال دیگه الان براتون حل میکنم که تسلطتون بیشتر بشه، جلوتر میریم مثالا رو هم سخت‌تر میکنیم، معادلاتتون عجیب‌تر میشه، ولی در نظر داشته باش ته کار همینه که دو نمره امتحان خردادت قطعاً تو امتحان خرداد ما میاد و حداقل یه دونه تو سوال آزمون ورودی هر مدرسه‌ای که بخوای بری میادش. مثال بعدیشو نگاه کن، دستگاهی دارم دو معادله دو مجهول، معادله اول 2x به علاوه y مساوی 10 چک میکنم، گفتم تو روش حذفی معادلم باید شکل ax به علاوه by مساوی 30 باشه، میگم بله درسته ax به علاوه by مساوی 30، 30 هم عدد 10، این a و b c عددن، اینجا بی من یک که وجود نداره نذاشیم و آی من هم دوه، پس معادلم ظاهرا شبیه این هستش، نیازی به مرتب سازی نیستش. ادامش معادله دوم رو چک میکنم، 3x به علاوه 2y مساوی 16، دقیقا اینم مثل همون حالتی که میخوام تو روش حذفی رو حل بکنم هستش. خب گفتم گام دوم بهتره x ها زیر هم دیگه، بهتره y ها زیر هم دیگه، عدد هم اونوره تساوی زیر هم دیگه باشه، دقیقا همچین حالتی داره. خب بچه خوب نگاه کنید، الان من تو ذهنم میگم من تو اینجا گفتم خوب ضرایب رو دقت کن، کدوم از این دوتا مجهول x و y رو دقت کن، کدومش را دستر داره که ضریبش رو حذف بکنیم. ببین اگه خوب دقت بکنیم
الان من ایکس ها رو بخوام ضریبش رو حذف کنم یه مقدار سخت میشه. اول از همه هیچ کدوم از این مجهولات ضریباشون قرینه نیست، یعنی گام قرینه بودن رو نداره، پس من باید گام قرینه بودنش هم اجرا کنم. میام نگاه میکنم میگم اگر الان میخوام بین دو سه به یه عدد مشترک برسونم، خب اولین عدد مشترک یعنی کمیمی بین این دوتا ضریبا عدد 6ه، یعنی من باید این دوتا ضریبا رو به 6 برسونم، یکیشو ضرب در 3 کنم، یکیشو ضرب در 2، ولی یکیشو قرینه شو بنویسم، یعنی تو منفی ضرب کنم. وای را دستره مثل همین معادله است، قسمت وایش را دستره. چرا؟ این چون ضرب در 2 وای داره، من اگر بالایرم ضرب در یه منفی 2 کنم تو ذهنم، اگر ضرب در یه منفی 2 کنم، منفی 2 تو مثبت 1 وای ضربش میشه منفی 2، دقیقاً ضریبش با این 2 وای ضربش قرینه برابر و قرینه شدن، حاصله یکی از مجهولات ضریباشون برابر و به راحتی وای ها حذف میشه. ولی من نمیخوام اینجا وای ها رو حذف کنم، میخوام برعکس این بیام حل بکنم. پس میشد. چرا میگم این راحت تره؟ چون پایینیه رو دیگه ضرب در عددی نکردم، ضرایب رو سعی کردم به کوچکترین قسمت برسونم. ولی اگر پایینیه رو ضرب در یه عددی میکردم، باید حالا ممکنه یادت میرفت که پایینیه رو ضرب بکنی. این حالتی که شماره قبلی مثال قبلی حل کردم حل نمیکنم. خوب نگاه کن، میخوام اینجا ایکس رو حذف کنم و کاری کنم که هم بالای معادله بالای تو عدد ضرب شه، هم معادله پایینی تو عدد. میگم برای اینکه ضرایب x هم برابر و قرینه بشن، خب میگم اولین عدد مشترک x ما 6ه، خب من میگم اگر بالای معادله شو یه ضرب در 3 کنم، معادله پایینی هم یه ضرب در 2 کنم، ببین چون هدفم حذف کردن x و هدفم برابر و قرینه کردن ضریب x، اومدم این کارو کردم، میگم 3 به بقیه فعلا نگاه نمیکنم، 3 رو ضرب در 2 کنم 6، این 2 رو هم ضرب در 3 بکنم میشه 6. اصطلاحا وقتی ضرایب اینجوری برابرن و میخوای به این ضریب بزرگتر برابر نیستن به این ضریب بزرگتر بشه، معکوس اینا، این ضریب اینو میاری بالا اینجا مینویسی، ضریب اینو میاری تو این پایینیا مینویسی، که با هم دیگه برابر میشه. اما به علامتش دقت میکنم، اینم مثبته اینم مثبته، اینا برابر میشن اما قرینه نمیشن. پس برای این چه یکی از اینا رو قرینه بکنی، پس میام چیکار میکنم؟ به دلخواه، فرقی نه، دوست داری بالایی رو منفی بذار، دوست داری پایینی رو منفی بذار، من میگم اون بالایی رو یه منفی میذارم. چرا؟ منفی 3 ضرب در 2 میشه منفی 6x، اینجا 2 ضرب در 3 میشه مثبت 6x، ضرایب یکی از مجهولان برابر و حالا قرینه میشه. پس به این تو ذهنت دقت کن، میام ضرایبمو پیدا کردم، پس اولین گام پیدا کردن اون ضریباس، اونو بتونی خوب تشخیص بدی، بقیه‌اش روال ثابته. دستگام نتیجه گیری میکنم، آکولادشو باز میکنم، میگم منفی 3 وقتی داره ضرب میشه تو تک تک این عبارتو ضرب میشه، اینو اشتباه نکن. همیشه بعضی از دانش آموزان نشون فقط اینو ضرب در x میکنن، تو عبارتهای بعدیش اصلا ضرب نمیکنن. منفی 3 ضرب در 2x میشه منفی 6 تا x، منفی 3 ضرب در 2y میشه منفی 3 تا y، ادامش منفی 3 ضرب در 10 میشه منفی 30 تا. خب اینو تو ذهنت داشته باش، معادله پایینی. پایینی هم همینطور، 2 که ضریبه تو تک تک عبارت ها باید ضرب بشه. 2 ضرب در 3 تا x میشه 6 تا x، 2 ضرب در 2 y میشه 4 تا y، ادامش 2 ضرب در 16 میشه 32 مثبت. بچه‌ها این دستگاه رو میخوام حلش کنم. ادامش میگم وقتی دیدی ضریب یکی از مجهولات برابر و قرینه شدن، دیگه تمومه، بیا زیر همی اینا رو جمع کن. آقا من زیر همی اینا رو جمع میکنم، اول متشابه های x، این منفی 6x این مثبت 6x با هم جمع کنی میگی قرینه است، خط میخورن. ادامش میام میگم منفی 3 تا وای دارم و مثبت 4 تا وای، با هم دیگه جمع کنم میشه مثبت یه دونه وای، برابره یه منفی 3 یه مثبت 32، با هم دیگه جمع بکنم وای هم برابر 2، به راحتی تونستم یکی از مجهولامو به دست بیارم. اما اینجا تازه مرحله اولش بود، من وای رو به دست آوردم، آقا ایکس چی میشه؟ گفتم وای که به دست آوردی تو یکی از معادلات اولیت، چون اینجا ضرایب بزرگتر شدن کار سخت‌تر شد. بازم تکرار میکنم، تو اینا هم جایگذاری کنی جوابات به دست میاد. تو یکی از اینا کدومش دوست داری فرقی نداره، من اصلا تو همین پایینی یا تو بالایی فرقی نداره، تو بالایی چون ضرایبش کوچیک‌ترن جایگذاری کنم حساب کتابم راحت‌تر، به جای وای تو معادله خط بالایی میذارم 2، پس جایگذار میگه 2 تا x، خب مینویسم 2 تا x به علاوه وای، وایمون چنده؟ 2،
مساوی 10 مساوی 10 شو میذارم، معادله درجه اول حلش میکنم، دو تا x رو من دارم، اون 10 رو میارم اون 2 رو میارم و 10 منهای 2 میشه و این برابر با 8، x ما برابر با 8 دوم برابر با 4. یعنی مختصات نقطه رو بخوام بنویسم به این طریقه، مختصات نقطه دارم که این دوتا خط همدیگر رو قطع میکنن، چه مختصاتی هست؟ ایکسش 4 و وایش 2. پس این دوتا خط تو نقطه 4 و 2 همدیگر رو قطع میکنن. مثالی که اینجا هستش باز دوباره به روش حذفیه، چون این روش خیلی مهمه، من تعداد مثالی که حل میکنم بیشتر از روش دیگه است. ببینید تو روش حذفی طبق نکته‌ای که گفتیم، اول از همه باید چک کنیم معادله ما به این طریق باشه، یعنی ax به علاوه by، یعنی قسمت x و y دارش سمت چپه مساوی و قسمت عدد ثابتش باید سمت راست بشه. معادلمو چک میکنم، معادله پایینی دقیقاً اون چیزی که میخوام هست، طبق اون نکته‌ای که گفتیم رعایت شده، 5x منهای 4y یعنی قسمت x و y دارش سمت چپه و عدد ثابت دارش سمت راسته. اما معادله بالاییه، یعنی اون قانونی که گفتیم به این طریق باید باشه، به این فرم و شکل باید باشه، نیستش. اولین گام اینه که تلاش کن شما قسمت x و y دارت کلن بیاد سمت چپ و قسمت عدد ثابتت بره سمت راست، تا به اون فرمی که میخواییم دستگاه معادله رو حل بکنیم در بیاد. چی کار کنم؟ خب نگاه کن، اول از همه اینجا یه ضریب 3 تو داخل پرانتز این پخشش میکنم. چیزی که به وجود میاد، من جلوش یادداشت برداری میکنم، 3 ضرب در x بشه میشه 3 تا x ادامش، 3 ضرب در منفی 2y بشه میشه منفی 6 تا y ادامش، یه به علاوه 9 داریم. دقت کنید 3 رو تو 9 نباید ضرب کنی ها، یه به علاوه 9 داریم مساوی 6 تا x. من تا الان ساده ترش کردم، ولی هنوز به اون فرم اصلی که میخوام دستگاه حل بکنم در رنگ بده. فرم اصلی چیه؟ عدد ها سمت راست، قسمت x و y سمت چپ. میام میگم یه 3x اینجا دارم بچه ها، 6x بیاد اینور میشه منفی 6 تا x، یه منفی 6 تا y هم ما داریم، عدد 9 رو میبرم اونور میشه منفی 9. باز بهتر شد، راحت تر شد. میام 3x و منفی 6x میگم متشابه هستن، با همدیگه جمع میکنم، میگم دیگه بذار دستمو بنویسم اینجا، 3 تا x با منفی 6 تا x میشه منفی 3 تا x، یه منفی 6 تا y ما داریم ادامش منفی 6 تا y مساوی منفی 9 ادامش. معادله پایینی رو خودشو مینویسیم، 5x منهای 4 y مساوی منفی 13. نگاه میکنم بچه ها تو معادله که داریم، معادله بالایی را دست داره، برای اینکه بتونی دستگاه تو حل بکنی بهتر ضریب تو جایی که میتونی کوچیک‌تر بکنی. من الان چک میکنم تو معادله اولیه، هم ضریب x هم ضریب y و هم عدد ثابتم، هر ستاش یه مضربی از مضاربی از عدد 3 هستن. خب میگم یه مقدار کوچیک‌ترش میکنم، هر ستای بالایی رو میتونی تقسیم بر 3 کنی که معادلت جمع جورتر و کوچیک‌تر بشه، ساده‌تر بشه، راحت‌تر میتونی دستگاه رو حل بکنی. خیلی هم این کارو انجام نمیدن، میگن ضرایب رو ایجاد میکنم، یکی از مجهولامو حذف میکنم، به راحتی میتونم حل کنم. من اینو میگم ساده‌ترش کنم، جملات بالایی رو بذار همه رو یه تقسیم بر 3 بکنم، فقط بالایی رو یه تقسیم بر 3 میکنم، دستگاهمو دوباره مینویسم چون ساده‌ترش میخوام کنم. جملات بالایی رو بخوام تقسیم بر 3 کنم، منفی 3x تقسیم بر 3 بشه میشه منفی x ادامش، منفی 6y تقسیم بر 3 بشه میشه منفی 2y مساوی منفی 9 هم تقسیم بر 3 بشه ادامش میشه منفی 3. ضرایب کوچیک‌تر و ساده‌تر شد، راحت‌تر میتونی حلش کنی. چرا؟ الان بهت نشون میدم. معادله پایینی رو هم خودشو می‌نویسیم، 5x منهای 4y مساوی منفی 13. بچه ها اینجا من حالا میخوام یکی از ضرایب رو برابر برای مجهولان و قرینه بکنم، شما به من بگید توی مجهولایی که داریم کدومش قرینه هستن. میگم آقا پایینی ایکسش با منفی 5 اونجا با همدیگه قرینه هستن، این منفی این مثبت، بالای قرینه قسمت وایش قرینه نیستن، یه مقدار باید اونجا تو علامت گذاری هم که میکنیم دقت بکنیم، ممکنه پیچیده بشه. و جدا از اون این ضریبش یکه، را دست سره که بتونم ضرایبش رو با این پایینی متشابه بکنم. چطوری؟ میگم حالا اگر جملات بالایی رو ببین، فقط ایکس رو میخوام ضرایبش رو برابر قرینه کنم، دنبال وای نمیرم، حالا بهت میگم وای هم میشد انجام ده. من الان این 5 ایکس قرینه که هست ولی برابر نیست، چیکار کنم با این 5؟ میگم این ضریبش یکه، یه ضرب در 5 بکنم اینجا، ضرب در چند همه معادلات رو ضرب در 5 بکنم اینجا میشه منفی 5x، اینم که مثبت 5x با هم دیگه ساده میشن و میرن. یا برعکس ببین، این منفی 4y میبینم این منفی 2y هم
ضریبی از اون هستش. چیکار کنم؟ بالایی رو اگه یه ضرب در 2 بکنم با این برابر میشه، چون اینم میشه 4 اینم 4، ولی چون قرینه نیستن ضرب در منفی 2 بکنم که اون منفی با این منفی هم خنثاشه، مثبت 4 وای ایجاد کنم که اینجا با منفی 4 وای قرینه بشه، من همون اصطلاحاً ایکسش رو حذف کنم چون راحت تر بود. پس میام میگم برای اینکه این ضریب رو حذف کنم، این بالایی رو همه جملاتش رو کل عبارت رو ضرب در 5 میکنم. پس اینجا من اگه ضرب در 5 بکنم دستگاهم چی میشه؟ دستگاه رو دوباره بازنویسی میکنم، 5 ضرب در منفی x میشه منفی 5 تا x، ادامش 5 ضرب در منفی 2 وای میشه منفی 10 وای مساوی 5 ضرب در منفی 3 میشه منفی 15. پایین خودش رو مینویسم چون دیگه ضرب در عددی نکردم، 5 x منهای 4 وای مساوی منفی 13. بچه حالا چون ضرایب یکی از مجهولان برابر و قرینه هستن، زیر همه اینا رو با هم جمع میکنم. جمع که بکنم میگم آقا این با این برابر و قرینه است، خط میخورم. منفی 10 وای با منفی 4 وای بخوای ساده بکنی جمع بکنی، میگه هم علامت هم میشه منفی 14 تا وای مساویه. منفی 15 با منفی 13 جمع بکنی میشه منفی 28. خیلی عمالی، وای برابر با منفی 28 تقسیم بر منفی 14، منفی در منفی مثبت، مثبت 2. پس یکی از مجهولای من به دست اومد. کدوم به دست اومده؟ فعلا تا الان وای به دست اومده. ایکسشو چجوری به دست بیارم؟ میگم تو یکی از معادلاتی که داری بیا جایگذاری کن. تو کدوم جایگذاری میکنم؟ تو همین معادله هستی، تو این پایینی ساده تر بود، فرمش خیلی بهتر بود، جایگذاری میکنم. یعنی کدوم؟ یعنی همین. میام میگم تو این معادله پایینی تو کلش به جای وای این عبارت رو جایگذاری میکنم، میگم آقا من یه 5 ایکس دارم منهای 4 تا وای، وای هم 2ه، به جاش میذارم 2 مساوی منفی 13. معادله رو حل میکنم، 5 ایکس هم باقی مونده، اینجا منفی 8 مساوی منفی 13، 8 رو میبرم و بر منفیشو، 5 ایکس برابر میشه مثبت 8 ایش، مثبت 8 منهای 13 هم دارم، جمعشون 5 ایکس برابر با منفی 5، پس ایکس ما برابر با منفی 1. الان نقطه‌ای که داریم به صورت مختصاتی بخوام بنویسم، مختصاتش ایکسش منفی 1 و وایش 2، یعنی تو نقطه منفی 1 و 2 این دو تا خط همدیگر رو قطع میکنم. پس به این جمله هم دقت کن، اگر اول مسئله دیدی معادلهای خطت به فرمی که میخوایم روش حذفی حل بکنیم نبود، شما میایید اینو به این طریق AX به علاوه BY مساوی C ایجاد میکنی، بعدش میای شروع میکنی دوباره دست به حل کردن. مثال بعدیش بچه ها گویاست. یعنی چی؟ یعنی کسریه. زیاد سخت نیست ولی احتمال اومدنش تو امتحان خرداد ما هستش، چون معلم بخواد سوال بده یه ذره تب و تابتر، 2.5 نمره حداقل 1.5 اینا میتونه داشته باشه تو امتحان خرداد، پس باید یه مقدار سختی به شما بده یا نه. ببین این تیپ سوال که اومدش گویاست، شما دوباره باید برای حل به روش حذفی معادلات رو به طریق به فرم AX به علاوه BY مساوی C در بیارید. چطوری در بیارم؟ خوب نگاه کن، اول از همه باید مخرجاشو حذف بکنی. مخرجا رو چجوری حذف کنم؟ ببین شما توی ابتدایی که بودین، توی حالا دوره راهنماییتون هم که بودش، برای اینکه بتونی مخرج مشترک بین مخرجا بگیری میگفتی که میمین این مخرجا میشه مخرج مشترک. یعنی الان چک میکنم فعلا هر معادله رو جداگونه، این مخرجش 3 داره، مخرج 2 داره، خب 18 که مخرج نداره، مخرجش که شما به من بگید بین مخرجایی که تو معادله بالایی دارم، بین عددهای 3 2 و 1 اولین مضربی که مشترک هستش چه عددیه؟ خب تو ذهنم 2 2 تا 4 تا میکنم، میگم خب اولین عددی که تو هر سه تاش بخش بزنم میگم عدد 6، چون 6 بذارم هم به 3 میخوره هم به 2 میخوره هم به 1 میخوره، پس مخرج مشترک اینا میشه عدد 6. چی کار میکنم؟ کمیم اینا رو که پیدا کردی میگی حالا تو ذهنت، برای اینکه فعلا هنوز دستگاه رو حل نکنم، برای اینکه فعلا دستگاهمو به اون فرم در بیارم، همه جملات بالا رو خوب دقت کن، همه جملات بالا یعنی معادله اولیه رو ضرب در چند میکنم؟ ضرب در 6. خب من ضرب در 6 کنم یه نتیجه گیری کنم، چه معادله به وجود میاد؟ فعلا معادله بالاییم. بچه ها نگاه کنید، من میخوام 6 رو ضرب در تک تک این عبارت رو کنم، یعنی جداگونه 6 رو یه بار ضرب در این عبارت کنم، یه بار ضرب در این عبارت کنم، یه بارم ضرب در این عبارت کنم. الان دقت میکنم
اگر من 6 رو ضرب در 2 x سوم کنم، اینجا برات ساده می‌نویسم 6 ضرب در 2 x سوم. یعنی چجوری ضرب کنم؟ شما می‌خوای ضرب کسره رو انجام بدی، اول از همه قبل از اینکه ضرب کنی چیکار می‌کنی؟ ساده سازی می‌کنم، میگم الان این 6 من با این 3 ساده میشه، 3 به 3 1، 6 به 3 ساده کنم میشه چند؟ 2. خب چی باقی مون؟ تو مخرج یک چی؟ یک باقی مون که معمولا نمیذارن. صورت چی باقی مون؟ 2 تا 4 تا، یه 4 x 1 اون باقی موندش. پس این یکش هم بهتره نذاریم. پس الان من اگه 6 رو ضرب در 2 x سوم کنم حاصل شد چند؟ 4 x. پس اگر دیدی بلد نیستی ضرب کنی، توی چک نویست واسه خودت اینو بنویس. میگم من ضربش انجام دادم شد 4 x، فعلا من تا اینجا اینو 4 x به دست آوردم. بچه‌ها این 6 ضرب در، حالا این عبارت به صورت جداگونه، نه یای فقط ضرب در یه عبارتش کنی، رو تک تک عبارتش اون مزربی که پیدا کردی الان کمیمی که پیدا کردی باید ضرب کنی. 6 رو ضرب در 4 وای دوم کنم. ببین ذهنی هم میشه انجام داد، نیازی به نوشتن نیست، هم برات مینویسم هم ذهنیش انجام میدم. 6 اگه بخواد تو این عبارت ضرب بشه، میگم اول 6 رو با این مخرج ساده کنم، 2 به 2 1، 6 به 2 میشه 3. پس مخرج 1 شد، ساده شد، تموم شد. حالا 3 رو تو صورت ضرب کنم، 3 4 تا 12 وای من اینجا تونستم به دست بیارم. 12 وای بذار برات بنویسم. میگم 6 رو ضرب در 4 وای دوم دارم انجام میدم، ساده سازی میکنم، این که مخرجش یکه، این به 2 1، اینم به 2 میشه 3، 3 4 تا 12 وای، همون چیزی که به دست آوردیم. ولی به نظرم دیگه شروع نکن به نوشتن، تو ذهن خودت همینجا انجام بده، اول با مخرجش ساده کن، عددی که حالا مونده تو صورت ضرب کن. ادامش 6 رو ضرب در 18 میخوایم بکنیم. ببین مخرج این یکه، 6 با 1 ساده بشه خود 6 میشه. حالا 6 رو ضرب در 108 ضرب در 18 بکنم، حاصلش میشه 108. اینو باید ضربش رو انجام بدیم. مثال پایینش، معادله پایینش رو نگاه کن. معادله پایینی هم همینطور گویاست. اولین گام اینه که من آقا چیکار کنم؟ مخرجا رو حذف کنم. مخرجا رو چطوری حذف کنم؟ مخرجا رو باید برای اینکه حذفش بکنی کمیمیشون رو پیدا کنی. خب چه مخرجایی دارم؟ مخرجای من 8 و 6 هست. کمیمیم اولین مضرب مشترک بین این دوتا مخرج هستش چه عددیه؟ خب میگم آقا اگه ضرب بکنم عدد 24 اولین مضربی هستش که تو جفت اینا با همدیگه مشترک پیدا میشه. پس یعنی من باید کل این عبارت رو همه رو ضرب در 24 کنم. اگه کمتر پیدا کردی به من بگو. خب قطعا نیست، چون کمیم این دوتا میشه 24. بچه ها این معادله گویای بالای با این گویای پایینی چه فرقی داره؟ اینجا 3 تا کسر نوشته بود، اینجا 2 تا کسر نوشته. خوب دقت کن نحوه ضرب کردن تو این معادله گویا چجوریه. ببین وقتی کمیم این دوتا مخرج رو پیدا کردی یعنی 24، رو تک تکشون باید ضرب کنی، یه بار تو این باید ضرب کنی، یه بارم توی این عبارت. من ضربش انجام میدم. ببین تو چک نویس انجام میدم، اول از همه 24 ضرب داره x منهای 5 بر روی 8. چطوری ضرب کنم؟ میگم الان به این مخرج 1 میدم. قبل از اینی که من میخوام به این ضرب کنم، این 24 رو با مخرج این یه ذره ساده سازی کنم، چون این مخرج مال کل این عبارت هستش، چون یه دونه مخرج گذاشته، مخرج کلی ما هستش. 8 به 8 1، 24 به 8 میشه چند؟ 3. حالا این سه رو یه عبارت تو صورت نیست، دو تاست، رو تک تک اینا باید پخش کنی، یه بار تو این یه بارم تو این پخش کن. بس من الان بخوام بنویسم میشه 3 تا x منهای 3 5 تا 15 تا. پس الان من وقتی 24 رو تو این عبارت ضرب کردم حاصلش شد 3 تا x منهای 15. برای بعدیش یه بارم باید 24 رو تو این عبارت ضرب کنم، یعنی کل کس ضرب رو تو چک نویس می نویسم. 24 ضرب داره وای منهای 3 تقسیم بر 6. خب قبل از اینکه بخوام پخشش کنم به این مخرج 1 میدم، این 24 با این 6 مخرج این اول ساده میشه، چون مخرج 6 کلی هست، مال کل این عبارت صورت هست. 6 به 6 1، 24 به 6 میشه 4. این 4 رو یه بار تو این عبارت پخش میکنم، یه بار تو این عبارت، چون جمع و تفریق بینشونه تک تک باید ضرب کنیم. 4 ضرب در وای میشه 4 وای، 3 4 تا هم 12 تا مثبت در منفی هم منفی شو دارم. ادامش مساویه، چون اینجا مساوی شده. 4 وای
منهای 12. بچه الان من این ضرباشو انجام دادم، ولی یه مشکلی داریم. معادله بالایی، اگه دقت کرده باشی تو معادله بالایی به صورت فرم استاندارد AX به علاوه BY مساوی C هست، اما معادله پایینی اینطور نیست. و یه نکته دیگه که داره، معادله بالایی اگه دقت کرده باشی همشون به یه عدد بخش وزیرن. ببین 4, 12, 108 هر سه تاش به عدد 2 و همچنین به عدد 4 بخش وزیرن. به جای اینکه انقدر رقمای ما بزرگ باشه، مثل این عبارت چطور اول تقسیم بررسی کردم که کارمو راحت تر کنم، مضارب وقتی خورد بشن کوچیک‌تر بشن راحت تر میشه حساب کتاب کرد. میام چیکار میکنم؟ معادله بالایی رو اول اصلا همه رو تقسیم بر 4 میکنم، تقسیم بر 4 میکنم چون میخوام خوردش کنم، چون هر سه تاش به 4 بخش پذیره. 4x رو اگه تقسیم بر 4 کنی اینجا x باقی میمونه، 12y رو اگه تقسیم بر 4 کنی یه 3y باقی میمونه، 108 رو تقسیم بر 4 کنی، ببین غلط نیستی، 108 رو تقسیم بر 2 کن میشه 54، حالا 54 رو تقسیم بر 2 کن میشه 27، مساوی 27. ادامش، این ضرایب ساده هستن ولی استاندارد نیستن. استانداردش کن، x و y ها یه طرف، عددا یه طرف. میگم آقا یه 3x اینجا من دارم نگرش میدارم، 4 y رو میارم بیارم میشه منفی 4 تا y، مساوی عددا منفی 15 بیاد اینور میشه مثبت 15، با منفی 12 جمع بشه میشه مثبت 3، که بتونم معادله پایینی رو به فرم استاندارد بنویسم. تا الان اگه دقت کرده باشی اینا جفتشون به فرم استاندارد در اومد. استاندارد که اصطلاحا نیستش، چون معادله خط به صورت استاندارد وای وای یه طرف تنها میشه، به فرمی که میخوام تو روش حذفی حل بکنم. ادامهش میام میگم رسیدم تازه مثل دوتا مثال قبلی که حل کردم براتون، یعنی الان ضرایبو میتونم یه کاری کنم حذف بشن. تو قبل از این باید یه سری روالو تازه میرفتی، تازه دستگاهتو ایدئالش بکنی، که معمولا تو امتحانات خرداد یا از این تیپ سوال میاد یا از این کسری میاد، که یه کسری دیگه هم براتون حل میکنم. خب بچه‌ها الان اینجا من میام میگم اگه بخوام ضرایبو حذف کنم بهتره کدومو حذف کنم؟ میگم وای که قرینه هستن، خب راحت میشه اصطلاحاً اگه، ولی یه مشکلی که داریم باید هر جفتشو ضرب کنیم. بین 3 و 4 چه عدد مشترکه؟ میگیم 12، یعنی بالایی گفتم معکوسش این ضرب داره اینجا میشه میشه 4، اینجا 3 میاد اینجا ضرب میشه میشه 3 ضرب بکنم. من اگه اینو ضرب داره 4 بکنم میشه 12 وای، این پایینی رو اگه ضرب داره 3 کنم میشه منفی 12 وای. اینا با هم قرینه خط میکنن، ولی بهتره اونی رو حذف کنی که ضرایبش راحت‌تره. ایکس ها رو نگاه کن، من الان میگم این 3x، این x خالیه، خیلی راحت فقط یکیش رو ضرب کنم. میگم اگر من بالایی رو ضرب در منفی 3 کنم این 3x میشه، این ضرب در منفی 3 بشه میشه منفی 3x، دیگه نیازی نیست پایینی رو ضرب در یه عددی بکنم. پس جفتشو میتونیم انجام بدیم، ولی این راحت تره، معمولا سعی کن از راحت ترش بدیم. نتیجه گیری میکنم، بالایی ها رو فقط ضرب در منفی 3 میکنم میشه منفی 3 تا x، ادامش ضرب در 3 وای هم میشه منفی 9 تا وای، مساویه ضرب در 3 بکنیم 3 هفتم 21، یکشو میذاریم منفی 3 تا هم 6 تا با هم میشه منفی 81. پایینی خودشو یادداشت برداری میکنیم، 3 تا x منهای 4 تا y مساوی با 3، ادامش زیر همی چون ذرای برابر و قرینه شد جمع میکنیم، این با این قرینه از خط میخوره، ادامش میمونه منفی 4 y با منفی 9 y با منفی 4 y میشه منفی 13 تا y مساوی منفی 81 با مثبت 3 جمع بکنیم میشه منفی 78 y بس برابر با منفی 78 تقسیم بر منفی 13، منفی در منفی ساده میشه، 78 تقسیم بر 13 برابر با 6. ما تازه الان وای رو به دست آوردیم، الان باید وای رو بیایم توی یکی از معادلاتی که داریم جایگذاری کنیم. میام توی این معادله پایینی جایگذاری میکنم، یعنی چون اینجا ضریبام ساده تره کوچیک تره فرقی هم نداره، بالایی هم جایگذاری میکردی فرقی نداشت. میگم 3 تا x دارم منهای 4 تا y، وایمون برابر با 6 جایگذاری میکنم مساوی با 3. خب الان میگم 3x برابر با
منفی 24 مساوی با 3، اینجا 3 تا x تو نگه میداری، معادله درجه اول 24 رو میاری اونور، مثبت 24 به علاوه 3 مساوی 27. بچه 27 هم تقسیم بر 3 کنیم، x همونم برابر با 9. پس مختصات نقطه همون اگه بخوایم بنویسیم، xش برابر با 9 و وایش برابر با 6، یعنی این دوتا معادله خطی که داریم توی نقطه 9 و 6 همدیگر رو قطع میکنن. تو روش حذفی آخرین مثال رو میخوایم براتون حل بکنیم که از این بحث بیایم بیرون، بریم وارد بحث روش جایگزینی بشیم. یکی از سوالای سختی که دیگه میتونه توی امتحانات خرداد ما یا آزمونای ورودی بیاد، باز دوباره گویاست، یعنی دو تا معادله به من دادن توی یه دستگاه نوشتنش، میگن این دو تا معادله که ما داریم اول از همه ببین جوابی حالا داره مشترک یا نه، نقطه مشترکی داره یا نه. ببینید من گفتم اگه بخوام به روش حذفی کنم، معادله باید به فرم ax به علاوه by مساوی c باشه، ولی نگاه میکنم این دو تا اصلا هیچ کدوم به فرمی که میخوام نیستش. اول از همه گویاست، اولین گام اینه که شما از حالت گویا بودن بیرونش بیاری. چیکار کنم؟ معادله بالا رو خوب نگاه میکنم با توجه به مخرجایی که داره. هدف اول اینه که مخرجا رو حذف کنیم. بین مخرجای 3 و 4 و 1 شما ببینید کمیون این اعداد، اولین مضربی که توی هر سه تا این مخرج مشترک باشه چه عددیه؟ خب میگم عدد 12 اولین مخرج مشترک این سه تا است، بین 3 و 4 و 1، و اصطلاحا به این میگم کمیون. پس برای اینکه مخرجا رو حذف کنم، همه جملات بالا رو همه رو ضرب در 12 میکنم. بچه ها ببینید وقتی داری ضرب میکنی عدد 12 رو باید رو تک تک عبارت ها ضرب کنی، یعنی یک بار در x منهای 5 سوم، یک بار در این عبارت، یه بارم تو 3. نحوه ضرب کردنش هم کاری نداره. ببین بعد یه بار اونجا تو مثال قبلی گفتم اگه بلد نیستی بیا تو چک نویس بنویس، ساده سازیاشو که انجام دادی بعد برو جواب بنویس. من دیگه تو چک نویس نمیشم 12 رو بخوام تو این عبارت ضرب کنم، اول از همه 12 با مخرج 3 رو ساده بکنم، این 3 به 3 1، 12 به 3 تو ذهنم میگه میشه 4، یعنی من باید عدد 4 رو تو صورت ضرب کنم. 4 رو یه بار تو x ضرب بکنم، نتیجه گیری من اینجا بنویسم معادله که خواهم داشت، 4 تو x ضرب بشه 4x، 4 تو منفی ضرب بشه میشه منفی 20. ادامش حالا این 4 رو پاک میکنم، میگم من 12 رو یه بارم باید تو این عبارت ضرب بکنم. خوب دقت کن، فقط اینجا یه نکته دیگه داره که پشت این کسر ما منفیه، این منفیه که پشت کسر هست رو تک تک عبارتاش داره تاثیر میذاره. خب قبل از اینکه 12 رو ضرب کنم، میگم 12 رو اول با مخرج ساده کنم، 12 رو با 4 اول ساده میکنم، 4 به 4 1، 12 به 4 میشه 3، یعنی من باید عدد 3 رو تک تک عبارتاش صورت ضرب کنم که علاوه بر اون من باید اون منفی پشت اینو تاثیرم بذارم. بچه ها 3 ضرب در وای میشه 3 وای، و چون یه منفی پشتشه اینجا مینویسم منفی 3 تا وای. ادامش 3 ضرب در منفی 2 میشه منفی 6، یه منفی هم پشت کسر هست، مخرجش اینجا پشت کسر که کلی هستش تاثیر میذاره، چون این منفی هم تو این وای تاثیر میذاره هم تو عبارت بعدش. خب منفی در منفی هم میشه مثبت 6 تا مساویه. ادامش حالا اینجا من میگم این سه رو دوباره پاک میکنم، عدد 12 که دارم همچنان تو تک تک عبارت رو ضرب کنم، 12 رو ضرب در 3 هم بکنیم برابر با 36. خب میگم معادله پایینی رو چک میکنم. حالا هنوز این استاندارد نشده، فعلا میخوام هر دوتا معادله رو از حالت گویا بودن یعنی کسری بودن در بیارم. میگم تو معادله پایینی که دارم وای ما مخرجش یکه، این عبارت هم مخرجش یکه، فقط این وسطی مخرجش دو. ساده است، بین یک و دو اولین عدد مشترک رو میگم خود دوه، یعنی کمیمه این عبارت رو میشه دو. پس کل عبارت رو ضرب در دو میکنم، یعنی کل این عبارت رو ضرب در دو میکنم. نگاه کن دو ضرب در وای بشه میشه دو وای. ادامش دو باید تو این عبارت ضرب بشه، قبل از اینکه ضرب بشه دو رو با این دو ساده میکنم، دو به دو هم یک، این هم یک. ببین چون پشت کسرم منفیه، این منفی پشت کسر رو تک تک عبارتهای بعدش تأثیر میذاره. اول از همه یک ضرب در x میشه خود x، یه منفی پشتش میشه منفی x. ادامش یک ضرب در دو میشه دو، اما چون یه منفی پشتش تأثیر میذاره میشه منفی دو. مساویه،
بچه‌ها این یک ضرب میشه در اصل این دو است همچنان داره ضرب میشه. من اونجا داشتم فقط مال این کسر ساده سازی میکردم بالاش نوشته بودم یک. حالا دو رو تو منفی یک ضرب میکنم میشه منفی دو. هنوز دستگاه من به اون فرمی که میخوام یعنی به روش حذفی حلش بکنم در نیامده. یعنی چی؟ یعنی x و y یه طرف سمت چپ و عدد ثابتاش یه طرف سمت راست. میام میگم اینو مرتب سازیش میکنم. چیکار میکنم؟ بچه ها الان من یه 4x دارم یه منفی 3y هم دارم اینا رو نگه میدارم 4x منهای 3y مساویه دیگه قسمت x و y نداریم پس کاری باشم عددا رو میبرم اون طرف اول از همه این منفی 20 یه 36 که داریم منفی 20 بیاد اون بر میشه مثبت 20 مثبت 6 اینجا بیاد اون بر میشه منفی 6 ادامش معادله پایینی یه 2y دارم منهای x مساویه یه منفی دو اونور هست این منفی دو بره اونور میشه چی؟ مثبت دو هنوز ساده نشده هنوز اون شکلی که میخوام نشده میام ادامش میگم اول از همه شما اینجا رو با هم ساده کنی منفی دو مثبت دو که میشه قرینن خط میخورن صفر اینجا 36 رو با منفی 6 میگم 30 تای مثبت میمونه با 20 تای مثبت میشه 50 تا و کل این عبارت میشه 50 تا بچه ها نگاه کنید توی حل دستگاه به روش حذفی گفتم وقتی به این فرم در میاری اول ایکس ها بیان به صورت مرتب باشه یعنی ایکس ها زیر هم باشه ولی توی این دستگاهی که دارم میبینم زیر این عبارت ایکس ها تو معادله باینیه یه قسمت وایدار هستش و این قشنگ نیست نمیتونید سادش بود میشه حالت کج بگیری ولی بهتر مرتبش کن میام میگم بالایه یه 4x دارم منهای یه 3y دارم مساوی 50 در اومد پایین یه 2y دارم میگم میخوام مرتب بنویسم پس x رو اول میسم یه منفی x دارم به علاوه 2y مساوی بچه‌ها 0 اونهایی که من میخوام ضرایبشون برابر کنم حذفشون بکنم چون روش دیگه حذفیه بچه‌ها به اون فرم در اومد زیر هم مرتب هم نوشته شد دیگه کار خاصی نداره حالا میام سراغ ضرب گذاشتن میگم الان توی این قسمتایی که دارم بهتره کدومشو حذف کنم میشه هم y رو حذف کرد هم x رو چیکار کنم میگم اگر من این دوتا چون قرینه هستم بالایی رو ضرب در 2 کنم پایینی رو ضرب در 3 کنم اینا میشه منفی 6y مثبت 6y با هم قرینه میشن و برابرم هستن خط میخوان اما من میگم من ایکسشو میخوام حذف کنم چرا بچه‌ها این دوتا قرینه هستن من فقط یکیشو نیاز ضرب کنم اگر پایینی رو معادلهشو تو 4 ضرب کنم 4 تو منفی x ضرب بشه میشه منفی 4x با مثبت 4x قرینه است خیلی راحت تره تا بخوام وایشو حذف کنم چون تو اینجا دیگه نیازی نیست اصلا معادله بالایی رو ضرب در عددی بکنم نتیجه گیری میکنم معادلم الان یه 4x منهای 3y بالا من دارم مساوی 50 تو معادله پایینی 4 رو تک تک عبارت ها باید ضرب بشه 4 تو منفی x میشه منفی 4 تا x 4 تو 2y میشه مثبت 8y مساوی 0 میبینم ضرایب یکی از مجهولان برابر و قرینه است تمومه زیر همی با همدیگه جمع میکنم مثبت 4x با منفی 4x قرینه است خط میخوره یه مثبت 8y دارم یه منفی 3y دارم برابر مثبت 5y جمعشون اینم که برابر با 50 تا معادله رو بخوای حل بکنی معادلت y برابر با 10 یعنی 50 رو به 10 تقسیم کردم y رو به دست آوردم هنوز یکی از مجهولان مونده چون دستگاه من دو معادله دو مجهوله هنوز یکی از مجهول به دستون چیکار کنم گفتم این وای مساوی 10 رو تو یکی از معادله اصلی‌ها جایگذاری بکن یا میتونی تو این بالایی‌ها جایگذاری کنی یا میتونی تو این ساده شده‌هاش جایگذاری کنی ببین تو بالایی‌ها که جایگذاری کنم چون کسی مقدار حساب کتابش هم سخته میام تو اینجا که این مقدار ساده‌تر و شسته رفته‌تر شده به جای این معادله پایینی وایش تو همین معادله پایینی بدون اینکه ضرب میتونی تو این قسمت هم حساب کتاب کنی میگم منفی x رو می‌نویسم به علاوه 2 تا وای وای ده به جاش میذارم ده مساوی صفر معادله درجه اول منفی x رو میبرم اونور میشه مثبت x دو تا ده تا هم 20 پس x ما اونه که مجهولمونم برابره با 20 پس مختصات نقطه ای که ما داریم اینجا xش برابره با 20 و وایش هم برابره با 10 پس این دو تا معادله که نوشیم هر دوتاشون با هم دیگه تو نقطه مشترکی به مختصات x مساوی 20 و y مساوی 10 همدیگه رو قطع میکنن.